Bücher gelesen. Was ist das für ein Bad? Ich habe das Gefühl, dass ich das خودکشی تسلیم شدن به جبر آزادی قبل از اونه خودکشی وقتی پیش میاد که بقیه علتها که فراوانن تو زندگی از تبدیل شدنشون به معلول ناتوان میشن یعنی جلوی تبدیل علتهای گوناگون به معلول گرفته میشه و فقط یک علت فعال میشه و دیکتاتور میشه و تصمیم میگیره که معلول خودش رو بزنه یعنی نفی میکنه بقیه علل و دیگر علل دیگر رو از زاییدن و زایش معلول ها آزادی تن دادن به روند عمومی تاثیرگذاری علت هاست تو زندگی و این وقتی به پایان رسید و یک علت فعال مطلق شد مرگ فرا میرسه این مضمون تراژدی یونانه تراژدی یونانی است که سرنوشت میاد پیروز میشه و به روند آزادی پایان میده ولی منصور خاکسار شاهکارش زندگیشه یعنی به کار انداختن دریایی از علت‌هاش تو زندگیش و زاییدن اقیانوسی از معلول شاهکار منصور بوده نه این سمفونی پنجم بتهوون مضمونش همینه مبارزه است آزادی سرنوشت میاد چیده میشه آزادی چیده میشه آخرش جبر پیروز میشه ولی مبارزه اینقدر باشکوهه که یه موسیقیدانی میگه موسیقی شناسی میگه اگر من کدای آخر سمفونی پنجم رو اگر من به سرنوشت جای سرنوشت بودم و کدای پنجم سمفونی پنجم بتهوون رو یک بار میشه دیدم هرگز در خانه آزادی رو نمی‌کوبیدم بین من و منصور دریایی بود دریایی با بی نهایت مسافت و به کوچکی رابطه دو احساس این رابطه من و منصور من هرگز با کس دیگری در این حد از عملکرد حسی در این حد از ذخیره حسی تو زندگی برخورد مظلوم بود ذخیره حسی نیرومندی داشت و با اون ذخیره حسی حرکت می‌کرد و اون مخصوصا بعد از دوری دوم زندگیش به بازگشت از شوروی من اسمشو میذارم این دریا متلاطم شده بود و به کار افتاده بود و ذخیره حسی نیرومند و وسیعی که داشت کار خودش رو شروع کرد از اومد یک روز خونه یک کاغذی داد به من پاش کرده بود حالشم خیلی خراب بود دادش به من کوتاه نشد گفت خداحافظ و اون شعر روایت های زمستانی سرزمین من منصور توی این نه روایت در این شعر از آزادی دفاع میکنه از آزادی حس دفاع میکنه و نشون میده که به عنوان یک ذخیره حسی نیرومند بین دو قلمرو ایستاده بین هنر و آزادی و
اینا رو از هر دو طرف میگیره و میکشه و به هم نزدیک میکنه تو قلب خودش. او مثل آندرژید نبود که بیاد بازگشت از شوروی رو بده. او شوروی رو میبرد تو خودش، بعد ردش میکرد، میبرد تو خودش و ردش میکرد. او در روایت سوم از این روایت های زمستانی سرزمین من با یک دنیا حس سیاست حمایت از جمهوری اسلامی رو چنان کوبنده طرد میکنه، نه با استدلال، نه با تعقل، نه با سیاست، با هنر خالص. و ببین چقدر زیبا میشه این تیکه، این تیکه چقدر زیبا میشه. من خواهش میکنم این تیکه رو بعد یه نفر میشه، یعنی وقتی حس کار میکنه. من میخوام بگم که منصور دو بار هنرمند بود، یه بار آزادی خواه بود، یه بار هم شاعر. او یک آدم نسل دومی بود، به آزادی با حس نگاه میکرد، نه با استدلال و تعقل. این موضوع نوشته من به نام لولی وش مغمور که شاید بعضی از عزیزان دیدن، با اون نگاه میکرد. یعنی آدم تیپ نسل دومی بود، تیپ نسل دومی چیز بود، انتقاد که میکرد خودش رو هم نفی میکرد. پر از حس بود، یه ذخیره حسی داشت که با اون حرکت میکرد. حالا رفت بعدا ایدئولوژی شد، خاک بر سر شد، اون یه حرفی، ولی با این ذخیره حسیه که فقط آدم آزادنش میشه. با استدلال و تعقل نمیشه آزادن کرد. اینو من به شما تضمین میدم. نمیشم هنرمندی بود که خلق کرد، خالق نمیشه بود. با این ذخیره حسیه که حالا دربارش صحبت فاهم کرد، آدم خلق. توی این مقدمه این همین کتاب که اون روایات زمستانی توش چاپ شده، به نثر این جمله باشکوهی داره. توی اون میگه که ما یه گیومه با پسماندگی من در شناخت آزادی، با یعنی این پسماندگی ما در شناخت آزادی باعث شد که عدالت خواهی ما به بیان خودش دادگری ما به چه هیولایی تبدیل شد. روشن آشکار اون چی رو که توی چیزای زمستانی میگه، صفحه آخر روایت زمستانی رو بخونید، از فضیلت آزادی با تمام حس صحبت میکنه و این روایت ها رو میبنه، مجموعی روایت. این چیزیه که این کاکا منصور عزیزمه و من میخوام یه خورده درباره ذخیره حسی صحبت کنم و یه خورده میخوام از منصور برم. حس اصلا چی هست؟ ببینید، جان پول سارت یک کتابی نوشت در 1935-6 به نام ترانساندانس دس ایگو، یعنی ترانساندانس ایگو، و توی اون تکلیف یه مسئله رو تعریف کرد. این کتاب کلیدی جان پول سارت بود و نمیدونم چرا تو ایران اصلا این شناخته شده نیست لاغت تا اون. توی اون ژان پل سارتر با ویلیام جیمز برخورد میکنه که اون فیلسوف پراگماتیسته که رد میکنه ویلیام جیمز رو. میگه حس فقط یه تحریک عصبی نیست، زاده یک تحریک عصبی نیست، یه چیزی بیش از اونه. حس و عواطف انسانی آگاهه، توش آگاهی هست و با این آگاهیه که آدم میره در تبادل با دیگران خودش رو خلق میکنه. سارت با این رد ویلیام جیمز آزادی رو تعریف میکنه و یعنی یه چیزی رو تو فلسفه بنیان گذاری میکنه که همیشه تو زندگیش بهش کمک کرد و بدون این